درود خدمت فرمانده سعید شمیرانی، بابت زحماتی که در این چند سال متوالی برای جامعه ایرانی کشیدید بسیار سپاسگزارم. بر کسی پوشیده نیست این زحمات شما. من شاهد بودم که شما حتی زمانی که نیاز بود چپان بیدار میموندید، شاید در روز 3 ساعت 4 ساعت شاید استراحت میکردید، ولی همچنان با مردم ارتباط داشتید و صحبت میکردید، گفتگو میکردید با دوستان، با به هر حال کسانی که میتونستن جامعه رو به سمت جلو پیش ببرن. من یه نکته رو میخواستم اشاره کنم. در چند ماه اخیر اگر دوستان و هممیهنان یادشون باشه، آقای جوانمردی خبرنگار مستقل یه فراخوانی و یه ببخشید نظرسنجی اومدن در کانالشون قرار دادن که در فردای آزادی شما به کدوم چه حکومتی به چه نوع نظامی رأی میدید، نظام جمهوری یا پادشاهی. اگر یادتون باشه بالاترین آماری که از این نظرسنجی در اومد و رأی داده بودن بهش پادشاهی بود. بعد آقای جوانمردی بر نتابید، یعنی بلا فاصله یه صوتی در کانالشون قرار دادن و گفتن که صوتیشون هم موجوده، گفتن که ما اجازه نمیدیم دوباره به فردگرایی منتهی بشه. شما اولا چجور به خودتون اجازه دادید که نظرسنجی که خودتون در کانال قرار دادید و مردم به اون نظرسنجی رأی دادن، یعنی همین که انگاری که جامعه ایرانی آزاد شده و مردم به صندوقا حضور پیدا کردن، رأی دادن که آقا ما رأی به پادشاهی میدیم. بعد شما که هنوز نه قدرتی دستتونه، شما به عنوان یه خبرنگار دارید افراد رو جذب خودتون میکنید. البته ناگفته نماند من کانال ایشون رو دنبال میکنم و میبینم بیشتر این خبر رو به هر حال مردم راجع به شرایط اقتصادی که آقا چی گرون شد چی ارزون شد این اطلاعات رو دارن میگیرن. شما یعنی دارید در اصل خبر منتشر میکنید، فعال سیاسی شما نیستید، ولی در عین اینکه شما به عنوان یه خبرنگار خودتون رو مطرح میکنید که حتی مستقل هستید، اومدید حمله کردید به کسانی که رأی دادن به پادشاهی و عملا اومدید گفتید ما اجازه نمیدیم. شما تازه هنوز نه قدرت دارید نه جامعه رو پشت خودتون دارید. شما فکر میکنید که اگر مثلا 500 هزار تا کاربر توی کانالتون هستش و خبرهای شما رو دنبال میکنن، بر حسب این نیست که شما رو قبول دارند. شما بارها فراخوان دادید، فراخوانهای صنفی رو منتشر کردید، کسی اومد کسی حضور پیدا کرد؟ واقعا باید خجالت بکشید. شما اولا که ما که جنبش فداییان ایران که فراخوانی رو صادر کردن که 28 بعد ساعت 7 بعد از ظهر مردم حضور پیدا کنند و بایکوت کردید و هیچ رسانه ای هم حتی ما نداشتیم که بتونیم با رسانه ها گفتگو کنیم و این آگاهی به مردم برسونیم که آقا 28 مردم ناراضی همه کف خیابون بدون اینکه خشونتی انجام بگیره، بدون اینکه جایی آتیش بزنن. در تمام دنیا افرادی هستن در جامعه که هدایت میکنن، فرماندهی رو به عهده میگیرن، ولی شما مغرضانه اومدید گفتید همه روز 28 در خانه بمانید. البته این مال شما نبود، همه چهرهای سیاسی
از ماهای قبل این نه در خانه بمانید رو اومدن منتشر کردن و مردم آگاه شدن و نرفتن سر پای صندوق رأی فقط برای شما نبود آقای جوانمردی که بخواید مصادره به مطلوب کنید. اینو تمام چهرهای سیاسی، چهرهای هنری اومدن منتشر کردن، مردم هم نرفتن. اتفاقا همین فراخوانی هم که صادر شد اگر همگانی میشد، همگان صدای جناب شمیرانی و اون کلام شیوای ایشون رو میشنیدن، مطمئن بدونید که با جمعیت میلیونی کف خیابان حاضر میشدن. بعد نیازی به خشونت نبود، اصلا همون برگه‌های رأی کافی بود که دنیا ببینه که آقا این حکومت هیچ مشروعیتی نداره. بعد شما قرار بود که فردای روز 28 اومدید گفتید که بریزید خیابون شادی کنید. خب مشخصه که آقا کسی که میاد این صحبت رو میکنه دو حالت داره، یا فکر میکنه که مردم هنوز همون مردم سال 57 و اطلاعات ندارن که آقا اگر شادی کنید، خب تمام رسانه ها میگن که آقا رئیس جمهور برنده شد، این مردم اومدن هواخواهش اومدن خیابون دارن شادی میکنن. یک و دو، این که آیا کسی اومد، آیا اون صحبتی که شما کردی که با 500 هزار تا ممبری که در کانالت داری، حالا تو اینستاگرام جای دیگه هم صحبت های لایو تو گذاشتی، آیا کسی اومد یه خورده در خودتون خجالت بکشید. جناب شمیرانی تا امروز اسم هیچ شخصی رو نیاورده بود، کاری با کسی نداشت، فقط دنبال آگاهی رسانی به جامعه بود، زشت و زیباشم به عهده مردم گذاشته بود که خودشون تشخیص بدن. اما شماها با اون رسانه های رنگی که میرید صحبت میکنید، حرفای قشنگ قشنگ میزنید، فکر میکنید که مردم ببخشید حالو هن، هیچی حالیشون نیست. اون کانال کمپین ضد ملی هم که تشکیل دادید که 4 تا اون بچه جوگول بیان اونجا مزخرفاتی که تو ذهنشون هستش رو بیان نشر بدن و دیگران زیر سوال ببرن، البته عددی نیستن. من خیلی از کانال ها رو میبینم که در نقاب پادشاهی خواه میان به اشخاص حمله میکنن، دقیقا از خود وزارت اطلاعات دارن هدایت میشن، دیگه مشخصه دیگه. افراد رای دهنده در خارج کشور رو ببینید، یارو با مینی جوب رفته رای بده. تو اگر اعتقاد به جمهوری اسلامی داشتی تو همینجا میتمرگید، چرا رفتی توی کشور خارجی با پول ملت اشغال کنید؟ بعد خواستم بگم که مردم میفهمن، میدونن دور و برشون چه خبره و امثال آقای جوانمردی. من حتی اینم دارم میگم، نه که به خاطر اینکه این رفتار زشت و زننده ای که انجام دادن و بهشون حمله کنم، رفتارشون رو دارم میبینم. اگر مرد عملید آقا بسم الله، بیاید فراخوان بدید، بیاید مردم رو تشویق کنید بیان کف خیابون. در خونه نشستن مگر هیچ جامعه آزاد شده که شما میخواید آزاد بکنید؟ اعتصابات، ما 42 ساله در اعتصابیم. شرکت نفت تمام سرتاسر ایران تو اعتصاب رفته، هر جای دنیا بود 10 بار تا حالا حکومت سرنگون شده بود، چرا تو ایران نمیشه؟ فقط وعده فروشی واقعا خجالت آوره. میدونیم که با رسانه ها دست به یکی کردید که مردم رو سرگرم نگه دارید و اون پروژه جریان سومی که خودتون بارها اعلام میکنید و بخوای هدایت کنید برای، ولی مردم نمیپذیرن. درسته امروز سکوت کردن، ولی کوچکترین روزنه ای باز بشه مطمئن بدونید که خوشگوترتون با هم، همه رو با هم میسوزونن. مردم امروز آب ندارن، برق ندارن، نون ندارن برای خوردن، کار ندارن. بعد همچنان اینا اومدن میگن آقا بمونید تو خونه، اول اعتصاب. آقا اول اعتصاب، خجالت بکشید. خیلی ممنون جناب شمیرانی، عذرخواهی میکنم صحبتم طولانی شد، ولی خواستم بگم که
امروز دیگه جامعه و اونجایی رسیده که دیگه امثال مزدوران رو شناسایی بکنن، بدونن کی حرف درست رو میزنه و کی خط اشتباه به مردم میده. پاینده باشید. درود بر شما، درود بر ملت ایران. پاینده ایران. خدا نگهدار.